خانم آقایان درود بر شما صبح 13 همه فروردین ماهتون بخیر من آریان ریسباف هستم و در ساعت 8 صبح تهران و یازده و نیم شب واشنگتن شما بیننده پخش زنده پوشش خبری صدای آمریکا از مذاکرات هسته‌ای ایران در سوئیس هستید مذاکرات اتمی ایران و قدرت های جهانی برای دومین روز تمدید شد. ماری هارف یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش گفت مذاکرات در لوزان ادامه دارد و کارشناسان همه هیئت‌ها در مذاکرات هستند. او گفت فعالیت های زیادی انجام می شود. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت طرف مذاکره کننده با ایران باید از این فرصت خاص که به گفته او هیچگاه تکرار نخواهد شد استفاده کند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز ساعتی قبل به شهر لوزان در سوئیس محل برگزاری گفتگوها بازگشت و گفت موضع فرانسه تغییر نکرده است آقای فابیوس پس از استراحتی کوتاه به جلسه مذاکرات جان کری و جواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران پیوست جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یک پیاده روی به خبرنگاران در لوزان گفت طرف مذاکرات با ایران میداند که این یک فرصت خاص برای رسیدن به توافق با ایران است به روشنی مشکلاتی وجود دارد که ما را از دستیابی به اولین گام رسیدن به راه حلها باز داشته است و ما مطمئنیم همکاران ما از آن دارند این فرصت منحصر به فردی است که امکان تکرار آن وجود ندارد و باید از این فرصت بهره ببرند ایران این اراده سیاسی را نشان داده است ایران آمادگی خود را نشان داده که با عزت تعامل کند و حالا وقت آن است که شرکای مذاکره کننده ما از این فرصت به دست آمده استفاده کنند که تکرار نخواهد شد And it is time for our negotiating partners. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه پس از بازگشت به لوزان برای ادامه مذاکرات اتمی با ایران گفت hey, uh, je ما در چند متر یا چندین ده متر باقی مانده برای رسیدن به توافق هستیم و اتفاقا قدم های آخر سختترند تلاش میکنیم این فاصله را پشت سر بگذاریم باید دانست که موضوع بسیار پر اهمیت است چرا که این کار مبارزه با قنیسازی هستی و از سوی دیگر به نوعی وارد کردن ایران به جامعه جهانی است چیزی که هنوز انجام نشده جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت ایران هنوز هیچ تعهد ملموس و مشخصی در مورد برنامه هسته‌ای خود نداده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر این باور است که دیپلماسی بهترین راه ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته است و واداشتن آنها به متعهد شدن به بستن همه راه های دستیابی به سلاح هسته ای موافقت با بازرسی های سرزده مؤثرترین راه برای جلوگیری از چنان اقدامی می شود اما لازم است ایران یک رشته تعهدات جدی را بپذیرد و این تعهدات تا این لحظه نهایی نشده و مورد موافقت قرار نگرفته است به همین سبب به کار دشوارمان تا زمان پیشرفت در پیگیری تعهدها ادامه خواهیم داد نیویورک تایمز در گزارشی نوشت جانکری روز سهشنبه در تلکنفرانسی با باراک اوباما از شهر لوزان گفته بود تحت هیچ شرایطی نمیتوان قبل از پایان مهلت تعیین شده 11 فروردین در مذاکرات اتمی با ایران به توافق سیاسی رسید طبق این گزارش جانکری به آقای اوباما گفت شاید ایرانی ها متوجه شدند که ضرب العجل دستیابی به توافق سیاسی برای واشنگتن با اهمیت است بنابراین سختگیری می کنند به گزارش نیویورک تایمز و به نقل از مقامی که نخواست نامش فاش شود باراک اوباما به جانکری و ارنست مونیز گفت به ضرب العجل اهمیت ندهند و به ایرانی ها بگویند که واشنگتن آمادگی دارد میز مذاکره را ترک کند و تحریم ها علیه ایران را بدون تغییر نگه دارد تا با این حرکت واکنش ایرانی ها را بسنجد اینجا در صدای آمریکا لحظه به لحظه مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی رو پیگیری می‌کنیم و به محض دریافت خبر تازه از سوئیس برنامه‌های عادیمون رو قطع کنیم. شب خوش. این صدای آمریکاست.